درود بر شما. ما در اینجا اومدیم در یه برنامه نوشتیم توی لوگوی 8 ایرانیمون و از تایمر هفتگی براش استفاده کردیم. خب کاری که ما انجام دادیم اومدیم گفتیم کل روزهای هفته، البته میتونیم یک روز خاص رو انتخاب بکنیم که الان امروز اینجا نوشته فرایدی ساعت 21:15 27/4/2018. ما از روی برنامه بهش گفتیم که شما ساعت 21:16 که شدی خروجی تو فعال کن. خب کاری که انجام دادیم چیه؟ اومدیم بهش گفتیم که شما بعد از اینکه ساعت 21:16 شد به مدت 1 دقیقه فعال باش این تایمر. بعد اومدیم یه سری تایمرهای کوچیک‌تر هم براش تعریف کردیم و بهش گفتیم که شما بیا زمانی که فعال شدی خروجی ها تو به صورت هر 10 ثانیه بیار توی مدار. الان ببینید شاید ساعت شد 21:16، خروجی اول اون بالا شما چراغ سیگنال رو میبینید که فعال شده. بعد از 10 ثانیه بهش گفتیم خروجی دوم و همینطور تا خروجی آخر که خروجی شماره 6 هستش فعال بشه. این تایمرهای کوچیکی که هر 10 ثانیه یک بار داره خروجی رو فعال میکنه وصل هستن به تایمر هفتگی ما. یعنی چی؟ یعنی اگر تایمر هفتگی به اون ساعت خاص خودش که الان اینجا 21:16 هست اگر نرسه، اون تایمرهای کوچیک فعال نمیشن. بعد اومدیم چیکار کردیم؟ بهش گفتیم که شما هر 10 ثانیه یک بار بیا خروجی ها رو فعال بکن. ببین الان 5 تا فعال شده، شما الان 6 رو هم میبینید. ببینید 6 تا بعد از 10 ثانیه دیگه عملا این تایمر هفتگی فعال نیست، چون ساعت میشه 21:17 و به همین خاطر کلیه خروجی ها قطع میشه. ببینید الان ساعت شد 21:17 و خروجی ها قطع شد. حالا اومدیم توی تایمر هفتگی خودمون یک دقیقه فاصله انداختیم و گفتیم دوباره ساعت 21:18 که شدی شما بیا دوباره این کار رو انجام بده. حالا این تعداد زمانی که مد نظر ما هست توی بازه‌های مختلف، ما تصمیم گیرنده هستیم که توی تایمر هفتگی دقیقا از چه بازه‌ای تا چه زمانی و چه اتفاقی بیفته. تایمر هفتگی فعال میشه بعد میتونه خودش به تنهایی و یا اینکه یه سری پروسه های کاری رو پشت سر اون بیاد انجام بده. پس الان تا 21:18 نشه عملا اون حالت تایمرهای کوچیک که هر 10 ثانیه میان توی مدار عملا اتفاق نمیفته. ما یه چند لحظه دیگه مکس میکنیم که ساعت بشه 21:17 و این تایمر هم ببینید الان به من یکی شد 21:18 دوباره اون پروسه در حال اجرا شدن هستش. نکته جالب در مورد این اتفاق این هستش که توی این فاصله اگر شما بیاین و برق لوگو رو قطع بکنین، اون تایمرهای کوچیک ممکنه که تأثیر بگیرن و اون زمانشون از بین بره یا اینکه زمانشون بگذره، زمان فعال شدنشون، ولی این تایمر هفتگی سر جای خودش باقی میمونه و اگر مثلا شما بهش گفته باشین که ساعت مثلا 21:30 شما فعال بشه، تو این فاصله اگر برق قطع بشه و قبل از 21:30 اگر برق وصل بشه، مطمئنا این ادامه کار خودشو خواهد داشت و شامل و باعث خاموش شدن لوگو باعث نمیشه که این تایمر بخواد زمانش از بین بره. الان دوباره اگر هفته بعد یا حالا ما بهش گفتیم که این اتفاق در طول هفته بیفته، یعنی الان شما فردا که شنبه هستش باز هم ساعت 21:16 که برسه به مدت 1 دقیقه اون حالت اجرا میشه و باز دوباره ساعت 21:18 که بشه به مدت 1 دقیقه حالت دوم اجرا خواهد شد و این پروسه بسته به ما داره که روی برنامه تایمر هفتگی چه روزهایی رو تیک زده باشیم و چه بازه‌هایی رو براش تعریف کرده باشیم. این یک قابلیت بسیار خوب هستش که در لوگوی 8 ایرانی در نظر گرفته شده و شما به راحتی میتونید از اون توی برنامه‌تون استفاده کنید.